نمایشگاه نقاشی، نوشته مارگریت دوراس، به روبرتو پلاته. فضایی بزرگ بالای دیوار، دریچه‌های شیشه‌ای، آسمانی ثابت و آبی. تنها تکه ابری سفید و غلیظ آبی آسمان را وامی نهد و دریچه‌های شیشه‌ای و آسمان آبی را به کندی طی می‌کند. نه از کتاب خبری هست، نه از کلمات مکتوب روزنامه‌ای یا لغت فرهنگ نامه‌ای. نظم خاصی برقرار است. وسط این فضا میز پای کوتاهی به چشم می‌خورد و در زیر آن میز دیگری قرار دارد که پایه‌هاش کوتاه‌تر است. سطح هر دو میز پوشیده از لوله‌های خالی رنگ نقاشی است. لوله ها کج و له شدند و اغلب از وسط چاک برداشتند. رنگ ها از شکاف لوله ها بیرون زده و پخش شده اند و بعد به کمک لبه کاردک جمعشان کردند. لوله های نیمه خالی و لوله های هنوز دست نخورده جدا از لوله هایی اند که له شده و خالی اند. لوله ها گرد و پر هستند، دست نخورده و سفت، درست مثل میوه های نه هنوز کاملا رسیده. لوله ها طوری قرار گرفتند که علامت و نوشته مشخص کننده رنگشان پیدا نیست. جنس تمام لوله ها از ترکیب فلز نرمی است به رنگ خاکستری. ته هر لوله رنگ محکم پرست شده است. داخل کوزه روی همان میز تعدادی قلمو هست، 50 یا شاید هم 100 تا. ظاهراً همه‌شان خرابند، باریک و نازک شدند، موها ساییده و پخشند، کم مو شدند، موها بر اثر رنگ‌های خشک به جا مانده سفت و زبر شدند، حالت مضحکی پیدا کردند، نه آن نرمی و انعطاف پذیری رنگ‌های داخل لوله ها را دارند و نه انعطاف پذیری انسان ناطق را. انگار از توی غار به دست آمدند یا از معبد نیل. وسط این مجموعه مرد تنهایی دیده می شود. پیراهن سفید و شلوار جین آبی رنگ به تن دارد. حرف می زند. اشارش به انتهای دیوار دیگری است، پوشیده از تابلوهای چندین و چند متری. می گوید که اینها پرده هایی هستند که تاکنون نقاشی شده اند، به تماشا گذاشته شده اند. تعداد تابلوها زیاد است. تمامشان رو به دیوار قرار گرفتند، پشت رو. تمام رنگ‌های لوله‌های خالی روی میز برای نقاشی این پرده‌ها به کار رفته. رنگ‌ها حالا اینجا هستند، روی تابلوها. روانیشان را از دست دادند. مرد حرف می‌زند. می‌گوید که تابلوها همه به یک اندازه نیستند. آدم گمان می کند که همهشان اندازه همند، ولی اینطور نیست. ابعادشان فرق می کند. تفاوت بین هر تابلو با تابلوی دیگر مشکل رمزآمیزی را برای مرد به وجود آورده. آدم گاهی در تشخیص بزرگ و کوچکی تابلوها خطا می کند. تشخیص درست این بار ممکن نیست. مرد هم نمی داند چرا، ولی نادیده هم نمیتواند بگیرد. مرد با خودش حرف میزند، بلند. گاهی هم صداش اوج میگیرد و به فریاد بدل میشود. بعید است که فریادش به خاطر نقاشی باشد. نقاشی شکل گرفته، نقاشی خودش را شکل میدهد، همیشه، چه روز و چه شب، وقتی که مرد خواب است یا حتی بیدار. مرد زبان فرانسوی را با لهجه خاص حرف می زند. تمام آنچه حالا می گوید به لحن و زبانی است مختص خودش، به فرانسوی البته. فراگیری زبان را ادامه نداده، برایش وقت گیر بوده، به زحمتش نمی ارزیده. حالا درباره نحوه نصب تابلوها حرف می زند. قرار است خودش این کار را بکند. درباره همین چیزها حرف می زند. میگوید که نمایشگاه قرار است در کجا و کدام شهر برگزار شود، در حاشیه سن، در آتلیه‌ای که در قدیم کارگاه صحافی بوده.
میگوید 7 سال است که تابلوهایش را به کسی نشان نداده، که در زندگی شغل دیگری هم دارد، سخت هم به آن علاقه‌مند است. در این مورد شک هم ندارد. میل به نشان دادن نقاشی‌هایش یک بار در او به وجود آمده، پیش از فصل بهار و خیلی هم جدی. میگوید بعد از 7 سال، بله، فکر کردم درستش این است که از نو شروع کنم. بد است؟ حالا تندتر حرف میزند. عذرخواهی هم میکند. میگوید که علتش فشار اعصاب است. 7 سال. میگوید از همه چیز دست کشیده بودم. 4 ماه خودم را اینجا زندانی کردم. بعد از 4 ماه تابلوها برای نمایشگاه آماده بود. میگوید که مهمترین چیز تصمیم گیری است. لازم بوده که به این مهم دست پیدا کند. شروع می کند به نشان دادن تابلوهای نمایشگاه. تابلوها را یکی یکی بر می دارد و می آورد کنار دیوار روبروی دیوار قبلی، بعد برشان می گرداند و می گذارد زمین. هم در حین بردن تابلوها و هم وقتی که رو به ما بر می گرداندشان به حرف زدن ادامه می دهد. گاهی انگار در پشت رو کردن تابلو تردید می کند، بعد تصمیم می گیرد، پشت رو می کند. مدام از نظم و ترتیبی که مایل است در نمایشگاه رعایت شود حرف می زند. خواهان این نیست که تابلوها را کنار هم قرار دهد تا ارزش و اعتباری پیدا کنند. طالب نوعی نظم طبیعی است تا از این طریق تابلوها روی دیوار نمایشگاه وضعیتی همسان داشته باشند. به هیچ وجه نباید از هم جدا باشند یا نسبت به هم برتری داشته باشند یا حتی از معرض دید دور بمانند. باید در کنار هم باشند. هر تابلو تقریبا چسبیده به تابلوی همجوار. بله، چسبیده به هم و نه به صورت فعلی که جدا از همند در اینجا. توجه می‌کنی؟ در سر و صدای ناشی از برخورد تابلوها به هم، نقاشی در نور آشکار می شود. مرد می گوید که این تابلوها توسط شخص معینی و در مقطع معینی از زندگی همین شخص نقاشی شده اند. نقاش هم به همین دلیل می خواهد که تمام تابلوها کنار هم نصب شوند. این موضوع ذهنش را سخت مشغول کرده. طالب این نیست که تابلوها صرفاً به صورت یک مجموعه واحد درآیند. نه، ابداً. می‌خواهد که تک تک تابلوها دقیق و طبیعی در جوار هم باشند. آن هم با صلاح دید خودش. و خودش به تنهایی می‌خواهد بداند که این همجواری دارای چه ارزشی باید باشد. در مورد ضرورت فاصله بین تابلوها خیلی حرف می‌زند. می‌گوید که در مواردی بینشان تقریباً نباید فاصله باشد. در مواردی هم اصلاً، بله، کاملاً چسبیده به هم. در مواردی البته. علتش را در واقع نمی‌داند. او هم در برابر تابلویی که نقاشی کرده و به پایان رسانده وضعیت ما را دارد. نقاشی در صدای گفتگویی بی‌وقفه رها شده است. مرد ضمن پدیدار شدن تابلو در روشنایی حرف می‌زند تا تنین کلمات تداوم داشته باشد. حرف می‌زند تا مستمسکی پیدا شود برای رهایی از درد. مرد را سرانجام تنها می‌گذاریم تا کار پردرد سر روزانش را دنبال کند. او را با شوربختیش تنها می‌گذاریم، با این اجبار دوزخی که هیچ شرح و وصف و ایهام و استعاره‌ای را بر نمی‌تابد. او در واقع با سرگذشتش تنها گذاشته می‌شود. حالا وارد فضای خشن نقاشی‌هایش شده ایم. نگاه من به زنی است که در اینجا حضور دارد. مرد را نگاه نمی کنیم. مرد را که سرگرم نقاشی و حرف زدن است. همو که در برهوت سکوت با خودش حرف می زند. زن را نگاه می کنیم. تنهاست. مردی که حرف می زند همانی است که این را، تابلو را پدید آورده است. بی آنکه شناختی از آن داشته باشد. آری از معنا. در نهایت پریشانی. می توان گفت که تمام تابلوها با شتابی همسان به ذهن آدم منتقل می شوند. گاهی بر بال خیال می نشینند، انگار که هدایت شدند. گاهی هم نیرویی انتقالشان می دهد
که گویی تجسمی است از امواج پنهانی و به رنگ آبی سیاه. در قسمت بالای تابلو وقتی به آسمان و به جاذبه های کار نگاه کنیم، انگار چهره بچه‌ای را می‌بینیم که خفته است. البته چهره مبهم است، آسمان هم مبهم است. هیچ نشانه ای از این چیزها نیست، هیچ. نقاشی محض فقط. انگار اتاقکی سفید با کفپوشی سفید و در حال گذر، با دری گشوده رو به خلاء. روی لنگه در باریکه ای از پرده سفید به جا مانده. چارپایانی هم هستند که هیچ مشخصه ای ندارند، تنها قبقب های بر آماسیده ایشان مشخصه ایشان را آشکار می سازد، با خط و نقش و نگاری از نقاشی های قدیم و علائمی که به نظر می رسد بیانگر اشکال و چیزهایی هستند، مثلا تنه درختانی که در حرکتند، ریشه‌کن شده اند، پوست مارهای آبزی در نقاط نمناک چشمه و در کف و شوره آب، سیلان و فوران و قرابت‌هایی ممکن بین فکر، شیء، بقای شیء و نیز بیهودگیش، جوهره فکر، رنگ، نور و خدا می‌داند چه چیزهای دیگر. روحانی الف.